افزایش حملات انتحاری و کشتار شهروندان بیگناه کشور انگیزه درس خواندن را از دانشجویان هرات گرفته است. همایشی که به هدف بزرگداشت از هفته شهید در دانشگاه هرات برپا شده، در آن شماری از دانشجویان با انتقاد تند از سران حکومت میگویند ضعف مدیریت در افغانستان باعث شده تا امروزه ده‌ها تن از افراد ملکی و نظامی کشور تهمه حملات انتحاری شوند. از سوی هم مسئولان دانشگاه هرات بر سخنان دانشجویان مهر تایید گذاشته و میگویند به تناسب سالهای پسین دانشجویان علاقهشان نسبت به درس خواندن کاهش یافته است. به این گزارش توجه کنید. گرد و غبار حملات انتحاری بر شانه های دانشجویان کشور نشسته است. اینجا در دانشگاه هرات به مناسبت هفته شهید مراسم ختم قرآن برپا گردیده است. دانشجویان با ادای احترام به خون شهدا و آرمانهای آنان از کاهش انگیزهشان نسبت به سالهای گذشته سخن میزنند. این دانشجویان میگویند افزایش حملات انتحاری، کشتار و خونریزی در کشور آنان را نسبت به درس خواندن و ساختن آینده کشور بی‌انگیزه ساخته است. دو نعمت که در یک جامعه میتونه خیلی موثر باشه، یک نعمت صحت و یک امنیت. خیلی دو نعمت بزرگ که متاسفانه بدبختانه امروز از نعمت امنیت محرومیم. و چون هفته شهید است، شهدا جان دادن، خون دادن، وقت دادن، مال دادن به خاطر که ما با آرامش زندگی بکنیم، با آرامش بتونیم درس بخونیم. ما امید از این رو دارم که بتونم من برای 50 سال، برای 30 سال زندگی خوب برنامه‌ریزی کنم، گویا ما دکترای خود بگیرم، رشد کنم. چرا میگم شاید هر لحظه امکان میره که مرا انفجار انتحار از جامعه بگیره. این دانشجویان سران حکومت را از بهر مدیریت ضعیفشان عامل افزایش ناامنی‌ها در کشور می‌دانند. شماره از این دانشجویان نیز از مسئولان دانشگاه هرات گلایه دارند. ریاست دانشگاه و سطح رهبری دانشگاه با ما اجازه را ندادند، حتی در حد یک مقاله با ما اجازه ندادند که ما بیان اینجا یک مقاله داشته باشیم، تصاویری را از قهرمانای کشور نصب بکنیم، به خصوص قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود. ولی ما در داخل محفل یک تصویر از قهرمان ملی، از شهید صلح و از تمامی شهدایی که در امیر را شهید شدند یک تصویر نمی‌بینیم. حداقل در داخل صحبت‌ها یک بار از نام قهرمان ملی و از نام تمامی شهدایی که در امیر خود قربانی کردند شهید صلح نام برده نمی‌شه. در امین حال مسئولان در دانشگاه هرات تاکید می‌ورزند بد امنی‌ها در کشور بر کارشان سایه تاریکی افکنده است. به گفته عبدالله فاحظ رئیس دانشگاه هرات، دانشجویان به تناسب سالهای گذشته انگیزهشان به شدت نسبت به فراگیری تحصیلات عالی کاهش یافته است. متاسفانه آینده ما بسیار ناروشن هسته. به می خاطر هسته وقتی که جوانای ما، وقتی که فرزندای ما در مساجد، در کورس‌های آموزشی، در مکاتب، در ورزشگاه‌ها، در اینا به شهادت میرسن، به یقین که انگیزه و بالاخره او امیدی که به آینده دارن، امید خور دارن، آهسته آهسته دست میدن. این در حالی است که در آخرین حمله انتحاری در ولایت ننگرهار بیش از 68 تن جان باختند و 165 تن دیگر مجروح شدند. کارشناسان همچنان از افزایش این ناامنی ها در ماه های پیش رو در کشور سخن میزنند.